چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه است کلامت تو برترین است تسلی قلب من نوری برفاهای من چراغ راه های من کلام تو شفا بخشد در و رنج و زخم من نپوری این کلام ساکن شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من چه عجیب و ما است <applause> کلامت خدارد خدا من عبدی و جاودانت تمامی کلامت درود بر شما بینندگان و همراهان گرامی در هر کجای این دنیا که هستید به قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب خوش آمدید همچنان در حال مطالعه و بررسی انجیل متا هستیم که نخستین کتاب از عهد جدیده و امروز میپردازیم به فصل 22 تشویقتون میکنم کتاب مقدستون رو باز کنید و در این مطالعه با ما همراه باشین و اگر هر گونه سوال نظر یا پیشنهادی داشتین از طریق راه های ارتباطی ما با ما در میون بذارین اجازه میخوام به مهمان برنامه برادر یوسف ریاض خوش آمد بگم درود بر درود شما برادر شما. همچنین خوش آمد میگم به شما حضار گرامی برادر یوسف پیش از اینکه مطالعه فصل 22 رو آغاز کنیم لطفا توضیحی بفرمایید درباره ارتباط بین این فصل و فصل گذشته یعنی فصل 21 خب در فصل 21 علمای یهود از مسیح سوالی پرسیدن مسیح و مسیح به شیوه یا خودشون پاسخ داد و ازشون این سوال رو پرسید که یا تعمید یحیی از انسان بود یا از خدا اونا گفتند ما نمیدونیم و عیسی هم فرمود من هم به شما نمیگویم سپس مثل آورد من در دو مثل اول پاسخ مسیح به سوال خودش و سوال اونها رو میبینم ولی در مثل سومی که عنوان فصل امروزمونم هست چیزیه که به هیچ عنوان امکان نداره به ذهن کسی برسه اتفاقی که در اینجا شاهد افتادنش هستیم فراتر از درک بشره همچنین در مسئله نخست مسیح درباره گناه علیه پدر میگه مخصوصا وقتی پسر اول به پدر خودش میگه نمیرم و در مسئله دوم گناه علیه پدر و پسر انجام میشه یعنی زمانی که پسرش رو میفرسته و اونا میکشنش پس این گناه علیه پدر و پسره در حالی که در مسئله سوم که امروز بررسیش خواهیم کرد گناهی علیه روح القدس رو میبینیم روحی که پدر فرستاد تا اینکه بر جلال پسر شهادت بده و در نهایت تعصف مردم همچنان در سخت دلی هستند ممنونم برادر اجازه بدین آیاتی رو با هم بخونیم و بعد سوالی رو مطرح میکنن بفرمایید میفرماید عیسی باز هم برای مردم مثلی آورده گفت پادشاهی آسمان مانند پادشاهی است که برای عروسی پسر خود جشنی ترتیب داد او نوکران خود را فرستاد تا به دعوت شدگان بگویند که در جشن حاضر شوند اما آنها نخواستند بیایند پادشاه بار دیگر عده‌ای را فرستاده به آنها فرمود که به دعوت شدگان بگویند به جشن عروسی بیایید چون زیافتی که ترتیب دادم آماده است گاوها و پرواریهای خود را سر بریده و همه چیز را آماده کردم اما دعوت شدگان به دعوت او اعتنایی نکردند و مشغول کار خود شدند یکی به مزرعه خود رفت و دیگری به کسب و کار خود پرداخت در حالی که دیگران نوکران پادشاه را گرفته زدند و آنها را کشتند وقتی پادشاه این را شنید، غضبناک شد و سربازان خود را فرستاد و آنها قاتلان را کشتند و شهرشان را آتش زدند. آنگاه پادشاه به نوکران خود گفت: جشن عروسی آماده است، اما کسانی که دعوت کرده بودم لایق نبودند. پس به کوچه ها و خیابان ها بروید و هر که را یافتید به عروسی دعوت کنید. آنان رفته و هر که را پیدا کردند چه نیک و چه بد با خود آوردند و به این ترتیب تالار از مهمانان پر شد. هنگامی که پادشاه وارد شد تا مهمانان را ببیند مردی را دید که لباس عروسی بر تن نداشت پادشاه از او پرسید ای دوست چطور بدون لباس عروسی به اینجا آمده ای؟ او ساکت ماند پس پادشاه به ملازمان خود گفت دست و پای او را ببندید و او را بیرون در تاریکی بیاندازید در جایی که گریه و دندان بر دندان ساییدن وجود دارد زیرا دعوت شدگان بسیارند اما برگزیدگان کم هستند لطفا توضیحی بفرمایید درباره مسئله جشن عروسی پسر پادشاه خب در درجه اول چه کسی میتونه انتظار داشته باشه؟ پسری که در مسئله قبلی کشته شد و او رو به بیرون از تاکستان بردن و به قطر رسوندن حالا زنده شده باشه و در این مسئله درباره مراسم عروسیش بخونیم این برای انسان غیر ممکنه بله کاملا درسته ولی میفرماید این کار خداوند است و به نظر ما عجیب است درباره این مثل باید بگم که از چهارده آیه تشکیل شده ولی دارای دو قسمت هفتاییه. در نخستین هفت آیه دعوت شدگان اعتنایی نکردن و کسی نیومد. در حالی که در هفت آیه بعدی یعنی آیات هشت تا چهارده مجلس عروسی از میهمانان پر شد. یا میتونیم اینطور بگیم که در هفت آیه ی نخست اهانت به فیض میزبان رو مشاهده میکنیم در حالی که در هفت آیه دوم این فصل شاهد آهانت به قدوسیت خدا هستیم و در کمال تأسف باید درس کنم که انسانها به دو دسته تقسیم میشن کسانی که فیض خدا را خار میشمارن و کسانی که قدوسیت خدا را خار و ناچیز به حساب میارن کسانی که فیض رایگان و نجات بخش خدا را خار میشمارن بدترین گناهکارانن و کسانی که قدوسیت خدا را خار میشمارن اینطور فکر میکنن که تنها با انجام فرایز دینی بدون توبه و پاکی و پوشیدن لباس عروسی خدا اونها رو میپذیره بسیار خوب شما این مسئله رو به دو بخش تقسیم کردین. بله از آیه یک تا هفت در ارتباط با دعوت از قومه درسته که نپذیرفتن بله و اونها در عدم پذیرششون خادمین رو کشتن بنابراین مجازات شدن درسته در آیات شش و هفت میفرماید یکی به مزرعه خود رفت و دیگری به کسب و کار خود پرداخت. در حالی که دیگران نوکران پادشاه را گرفته زدند و آنها را کشتند وقتی پادشاه این را شنید غضبناک شد و سربازان خود را فرستاد و آنها قاتلان را کشتند و شهرشان را آتش زدند اینها درباره قوم یهوده ولی در چه زمانی اتفاق افتاد در سال هفتاد میلادی در واقع در این سال پیمانه لبریز شده بود ولی خداوند هنوز صبر می کرد که شاید اونا بازگشت کنن حتی بعد از اینکه را کشتن و خودشو رد کردند ولی خدا پس از هفتاد سال صبر کردن سربازانی رو فرستاد یعنی پادشاه لشکر خودش رو فرستاد و تمامی قاتلان رو کشت و شهر رو با آتش کشید ملاحظه داشته باشین که ما در اینجا درباره نوکران پادشاه سربازان پادشاه و خادمان پادشاه میخونیم یعنی سه گروه مختلف غلامان پادشاه خادمینی هستند که الان اونو خدمت میکنن سربازان پادشاه سربازان تیتوس رومی بودند که شهر رو نابود کردند و در نهایت گروه آخر خادمین پادشاه هستند یعنی فرشتگانی که در آینده انسانهای نیک و خدا ترس را از انسانهای بد جدا میکنند بنابراین گروه اول که در آیات یک تا هفت دربارشون میخونیم هدف این دعوتنامه بودند بله که به دست سربازان تیتوس و مشیت الهی نابود شدند درسته ولی در بخش دوم یک دعوت بزرگتر رو میبینیم که شامل همه است یک در مورد این تاریخی این دعوت توضیح بفرمایید که پس از رد کردن مسیح و نابودی اونا اتفاق افتاد خب همونطور که میدونین ما همین گفتگو را در اعمال رسولان فصل یک آیه هشت هم میبینیم در اورشلیم و تمام یهودیه شاهدان من خواهید بود ولی در این آیات شهادت به جای دیگه ای هم میرسه که اناجیل بهش اشاره نکردن یعنی سامره و به جای فراتر از تصور ما هم میرسه یعنی اقصانقات جهان و برای همه اقوام و ما تحقق تاریخی این دعوت را در کتاب اعمال میخونیم. مثلا در فصل 8 زامر کلام خدا رو میپذیره و در فصل 10 کورنلیوس نجات را دریافت میکنه و سپس انجیل خدا به اقصای جهان میرسه. این اتفاقات دومین دعوت رو برامون توضیح میده که از آیه 8 و از طریق پولس شروع میشه که سفرهای بشارتیش رو در بخش دوم کتاب اعمال آغاز کرد و به دور ترین نقاط رسید. برادر وقتی که با یه دوازده هم می رسیم با شخصی مواجه میشیم که لباسی که برتن داشت مناسب عروسی نبود بله ما در تنها شخصی که بین اون جمع نشسته و لباس عروسی برتن نداره چه چیزی می بینیم؟ چون این شخصی به قدوسیت خدا حانت می کنه البته در اینجا یک نفر لباس عروسی نداره ولی حقیقت اینه که شاید صدها هزاران و میلیون ها نفر این لباس رو ندارن و در بین جمعیت پنهان هستن انگار در اینجا منظور اینه که چشمان خدا حتی میتونه در جمعیت بسیار هم این یک نفر رو ببینه و خدا تشخیص میده و به خوبی میدونه که چه کسی به قدوسیت او اهانت میکنه. مشکل این لباس چیه؟ در حقیقت پوشش ما یا طبق اونچه که در فصل 64 اشعیا میخونیم اعمال نیک ما مثل پارچه ای کثیفه. پس با اعمال ما نمیتونیم در حضور خدا بیستیم بلکه با تولد تازه. من به طبیعتی نو و دلی تازه و پاک نیاز دارم. اما کسی که فکر میکنه با تمام گناهان و شرارت هایی که داره باز هم مقبول خداونده در خیال واهی زندگی میکنه و خداوند شخص نادان را به فرشتگانش میسپاره. اشعیا گفت دیگر برایم امیدی نیست هر حرفی که از لبانم بیرون میآید به گناه آلوده است و در میان قومی ناپاکلب زندگی میکنم ما باید به یاد داشته باشیم که خدا قدوسه ولی خدا فیازه قطعا فیض او میپذیره و تبدیل میکنه ولی این فیض اجازه این رو که من به گناهانم ادامه بدم نمیده آیا به گناه کردن ادامه دهم ده تا فیض افزون شود هرگز ممنونم استراحتی میکنیم و با پرسش و حضار برمیگردیم فرماید آنگاه فریسیان نقشه کشیدند که چطور عیسی را با سخنان خودش به دام بیاندازند آنها چند نفر از پیروان خود را به اتفاق عده از هواداران هیرودیس به نزد عیسی فرستاده گفتند ای استاد ما میدانیم که تو مرد راستگویی هستی چون به ظاهر انسان توجهی نداری و راه خدا را بدون بیم و حراس از انسان با راستی تعلیم می دهی. هواداران هیرودیس که با پیروان فریسیان همراه شدن چه کسانی هستند؟ بفرمایید برادر. خب فریسیان به گروهی مشهور هستند که سنت رو دوست دارند. در حالی که هواداران هیرودیس با هیرودیس پادشاه هم پیمان بودن طبعا زندگی هیرودیس پادشاه در فحشا بندوباری جنسی و شرارت بود و مشخصا هواداران و کسانی که از هیرودیس پیروی می طرفدار حزب هیرودیس بودن و میشه گفت که اونها لیبرال بودند. و با وجود خصومت و دشمنی که با فریسیان داشتن می بینیم که باهاشون هم پیمان شدن اشخاص فریسی از مالیات دادن به قیصر استقبال نمی کردن و هواداران هیرودیس که طرفدار قیصر هم بودند تشویق به دادن مالیات می کردن. اونها با هم نزد عیسی رفتن و وانمود کردند که سوالی دارند ولی نمیشه مسیح و فریب داد او حکیمان را در حیله ایشان گرفتار می سازد و مشورت مکاران مشوش می شود. پس وقتی اونا برای سوال کردن اومدن مقدم چینی کردن و چیزهایی درباره مسیح گفتن که درست بود ولی حقشون مسیح رو فریب نداد. پاسخ این سال بله یا خیر بود مثل نحوه سوال کردن آمریکایی ها مالیات بدیم یا نه و عیسی مسیح با پاسخشون ها رو غافل گیر کرد. او نه بهشون گفت بپردازین و نه بهشون گفت نپردازین بلکه بهشون فرمودن چرا که مال قیصر است به قیصر و آن چرا که مال خداست به خدا بدهید. این در میفرماید پس به ما بگو عقیده تو در این باره چیست؟ آیا دادن مالیات به امپراتور روم جایز است یا نه؟ ایسا به نیرنگ آنان پی برد و به آنان فرموده ای ریاکاران چرا می خواهید مرا امتحان کنید؟ سکه ای را که با آن مالیات خود را میپردازید، به من نشان دهید. آنها یک سکه نقره به او دادند. ایسا پرسید این تصویر و عنوان مال کیست؟ آنها جواب دادند مال قیصر. عیسی به آنان فرمود پس آنچرا که مال قیصر است به قیصر و آنچرا که مال خداست به خدا بدهید و بعد میخونیم ما تو مبهوت از نزد عیسی رفتن. اونا انتظار این چنین پاسخی از جانب مسیح نداشتند. شما فرمودین که پاسخ این سوال بلی یا خیر بوده. اه. ولی خداوند یک بیانیه قاطع و پرمعنا بهشون داد. درسته. برادر، عبارت مال قیصر را به قیصر و مال خدا را به خدا بدهید به چه معناست؟ راستی، این عبارت که شما گفتین پر از معناست. یکی از معانی اون اینه که باید بین حاکمیت دینی و حاکمیت سیاسی فاصله باشه. مال قیصر را به قیصر بدهید و مال خدا را به خدا این دو به هیچ عنوان نباید در کار همدیگه مداخله ای ایجاد کنن این یک معنیه در حقیقت وقتی دین و سیاست با هم یکی میشن این اتفاق تاثیر وحشتناکی بر شهادت میذاره این اتفاق در تاریخ گذشته افتاده و پس از ربوده شدن کلیسا باز هم رخ میده دلست. ولی اینا یه معانی دیگه ای هم داره مثلا اینکه عیسی بهشون میگه چه چیزی مال قیصر رو در جیب شما گذاشته شما مال خدا یعنی اونچه که به خدا تعلق داره رو بهش ندادین مثل چیزی که در مثل قبلی گفته شد یعنی مثل باغبانان شریر که محصول یا همون میوه تاکستان رو به صاحب خانه ندادن اگه شما حق خداوند رو بهش میدادین قیصر نمیومد و شما رو تغییر نمیکرد سومین معنی مهم اینه که اگه هرچی تصویر قیصر رو داره باید به قیصر داده بشه پس ما هم در خودمون تصویری از خداوند متعال رو داریم خداوند ما رو به شباهت خودش آفریده و این بسیار اهمیت داره که ما به این موضوع توجه کنیم و روح و جسم و جان خودمون رو به خدایی بدیم که ما رو به شباهت خودش آفریده ممنونم برادر یوسف از آیه 23 به بعد یک سوال دیگه مطرح میشه از طرف گروهی به نام صدوقیان میفرماید همان روز صدوقیان که منکر رستاخیز مردگان هستند نزد او آمدند و از او سوال نمودند ای استاد موسا گفته است که هرگاه شخصی بدون فرزند بمیرد برادرش باید با زن او ازدواج کند و برای او فرزندانی به وجود آورد باری در بین ما هفت برادر بودند اولی ازدواج کرد و قبل از آنکه دارای فرزندی شود مرد و همسر او به برادرش واگذار شد همینطور دومی و سومی تا هفتمی با آن زن ازدواج کردند و بدون فرزند مردند آن زن هم بعد از همه مرد پس در روز قیامت آن زن همسر کدام یک از آنها خواهد بود زیرا همه آنان با او ازدواج کرده بودند عیسی جواب داد شما در اشتباهید نه از کلام خدا چیزی میدانید و نه از قدرت او در روز رستاخیز کسی نه زن میگیرد و نه شوهر می کند بلکه همه در آن عالم مانند فرشتگان آسمانی هستند اما در خصوص رستاخیز مردگان آیا نخوانده اید که خود خدا به شما چه فرموده است او فرموده است من خدای ابراهیم خدای اسحاق و خدای یعقوب هستم خدا خدای مردگان نیست بلکه خدای زندگان است مردم که این را شنیدند از تعالیم او مات و مبهوت شدند لطفا توضیحی بفرمایید در مورد این گروه دوم و سوالی که پرسیدند خب این سوال اونها بیهوده و بر پایه یک داستان احمقانه بود که خودشون ساخته بودند و ما افراد زیادی رو میبینیم که نسبت به تعالیم بدیهی کتاب مقدس اعتراض می چون مشکلاتی دارند که جواب و راه حلی برای اون پیدا نمی کنن. در حقیقت چیزی که ما باید دربارش تفکر کنیم پاسخ مسیحه. عیسی مسیح در جواب گفت شما در اشتباهید نه از کلام خدا چیزی می‌دانید، و نه از قدرت او. این گروه لیبرال یعنی صدوقیان درباره ی دو مورد به هیچ عنوان چیزی نمی دونن. اول کلام مقدس خدا رو نمیدونن. به نظرم اونو کتاب مقدس رو میشناسن ولی نمیدونن که بالاترین اقتدار رو داره. و امروز هم بسیاری به اینکه کتاب مقدس بالاترین اقتدار ابدیه باور ندارن. وقتی کتاب مقدس سخن میگه همه باید ساکت باشن. اگه شما کتاب مقدس رو بدونین و براش ارزشی قائل نباشین مثل صدوقیان هستین. ولی اونا نه تنها کتاب مقدس رو نمیشناختن بلکه از قدرت خدا هم بیخبر خبر بودن. خداوند میتونه هر کاری رو انجام بده. او شریر رو در مزمور پنجاه توبیخ میکنه و میگه پنداشتی که من نیست چون تو هم. یعنی تو اینطور فکر کردی که من هم مثل تو در دانش و قدرت محدود هستم. تو فکر کردی خداوند هم محدوده ولی خدا مطلقه. او بر همه چیز تواناست. پس اونها از کلام و قدرت خدا هیچ چیز نمیدونستن. علاوه بر اینها آیه ای که خداوند ازش نقل قول میکنه خیلی عجیبه زمانی که خداوند بنای تعلیمش را روی زمان حال میذاره در حقیقت باید بگم که این الهام کلامی نامیده میشه الهام کلامی به معنی زمان حاله مسیح نگفت من خدای ابراهیم اسحاق و یعقوب بودم بلکه فرمود من خدای آنها هستم پس میگه من هستم خدا خدای کسانی نیست که زمانی وجود داشتن و حالا دیگه نیستن و از بین رفتن اونا با خدا زنده بله با خدا زنده و در حضورش هستن پس خداوند تعلیمی رو که درباره رستاخیز میده بر روی زمان حال بنا میکنه من خدا هستم نه اینکه من خدا بودم ممنونم برادر یوسف استراحتی میکنیم و با پرسش حضار برمیگردیم یکی از معلمین شریعت از عیسی میپرسه کدام یکی از احکام شریعت از همه بزرگتر است جواب داد خداوند خدای خود را با تمام دل جان و عقل خود دوست بدار و همسایت را مانند جان خود دوست بدار این دو فرمان در کجای شریعت ذکر شده و چرا عیسی به طور خاص به اونا اشاره فرمود بفرمایید برادر یوسف در واقع مسیح به پرسش این معلم پاسخ نداد سوال اینه که کدام یک از احکام شریعت از همه بزرگتر است اما عیسی تمام شریعت را در دو فرمان خلاصه کرد در اینجا مسیح شریعت را خلاصه میکنه چون چیزی به عنوان فرمان برتر و مهمتر وجود نداره برای همین مسیح در پاسخ گفت خداوند خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام عقل خود دوست بدار این اولین و بزرگترین حکم شریعت است و آیا بعدش میگه دومین فرمان کوچکتره نه میگه دومین حکم شبیه اولیه یا منظورش اینه که فرمان اول یعنی خداوند خدای خود را دوست بدار با ارزش نه دومی دو هم مثل همونه یعنی همون معیاره بله دقیقا همون میاره. ده فرمان بر روی دو لوح نوشته شد یک لوح مخصوص خدا و یک لوح مخصوص انسان و عیسی مسیح خلاصه تمام شریعت رو در دو فرمان بیان میکنه و در حقیقت زمانی که عیسی مسیح این پاسخ رو میده معلم شریعت که ازش سوال کرده بود از پاسخ او خوشحال شد و گفت نیکو گفتی ای استاد دوست داشتن خداوند با تمامی دل جان و عقل و دوست داشتن همسایه مثل خود مطابق با فصل دوازده انجیل مرقس مسیح هم از این معلم خوشنود شد و بهش اینطور گفت که تو از پادشاهی خدا دور نیستی بسیار خوب تا اینجا این موارد رو بررسی کردیم سه پرسش از هواداران هیرودیس، صدوقیان و همچنین معلمین شریعت. درسته. و حالا نوبت میرسه به پرسش های مسیح. بله. برادر اجازه بدین از آیه چهل یک رو با هم بخونیم و بعد سوالی رو مطرح میکنم. بفرمایید. عیسی از فریسیانی که اطراف او ایستاده بودند پرسید: عقیده شما درباره مسیح چیست؟ او فرزند کیست؟ آنها جواب دادند او فرزند داوود است عیسی از آنها پرسید پس چطور است که داوود با الهام از جانب خدا او را خداوند میخواند زیرا داوود میگوید خداوند به خداوند من گفت بر دست راست من بنشین تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم او چطور میتواند فرزند داوود باشد در صورتی که خود داوود را خداوند میخواند هیچ کس نتوانست در جواب او سخنی بگوید و از آن روز به بعد دیگر کسی جرأت نکرد از او سوالی بپرسد برادر یوسف ما در اینجا با پرسشی مواجه میشیم که فریسیان هیچ پاسخی برای اون نداشتند توضیحی بدین درباره سوالی که مسیح در مورد خودش پرسید خب میخوام بگم که اونها سه تا سوال پرسیدن ولی سوال اصلی را عیسی مسیح پرسید همچنین اجازه بدین که خدمتتون یک توضیح کلی درباره این فصل ها بدم ما سه مورد از مسائل های مسیح را مطالعه کردیم و بعد از این سه مسئل سه سوال مطرح شد که از مسیح پرسیده شدن ما در فصل 23 درباره موعظه وای ها میخونیم که به سه بخش تقسیم میشه بعدش درباره موعظه بالای کوه زیتون میخونیم که اونم به سه بخش تقسیم میشه و وقتی به این قسمت ها برسیم متوجه این تقسیم ها خواهیم شد در اینجا من میتونم عنوان این را سوال سوال ها بذارم اونا به سوالات اعتقادی، سوالات دینی و سوالات سیاسی اهمیت میدادن ولی مسیح مهمترین سوال را ازشون پرسید که شادی و سعادت ابدی بر اون بنا شده درسته چون مسیح در انجیل یوحنا فصل 8 آیه 24 فرمود اگر ایمان نیاورید که من او هستم در گناهان, در گناهان خود, خود خواهید, مرد. خواهید مرد برای همین ازشون پرسید دقیقه‌ای شما درباره مسیح چیست و فرزنده کیست پاسخ دادن پسر داوود و این جواب درسته اما اصلا کامل نیست ما میتونیم از نحوه پاسخ دادن مسیح درس بسیار بزرگی بگیریم او همونطور که به شیطان پاسخ داد گفت نوشته شده و سپس گفت همچنین نوشته شده بیشتر به دت ها میگن نوشته شده و اهمیتی به همچنین نوشته شده نمیدن مثل شاهدان یهوه که قسمتی از آیه رو برداشت میکنن و میگن مسیح انسانه من آنم که حقیقتی رو که از خدا شنیدم به شما باز گفتم بله مسیح انسانه ولی آیا فقط انسانه آیات زیادی هستن که تایید میکنن عیسی مسیح خدای آشکار شده در جسمه برای همینه که پاسخ مسیح بسیار آموزنده است. همچنین نوشته شده در سال اول مسیح پرسید او فرزند کیست و اونا جواب دادن فرزند داوود و بعد مسیح سوال دومو میپرسه. پس چطور است که داوود با الهام از جانب خدا او را خداوند میخواند، زیرا داوود میگوید خداوند به خداوند من گفت در دست, دست راست من, راست من بنشین. بنشین. برادر یوسف میبینیم که داوود اونو خداوند میخونه. پس مسیح چطور میتونه پسرش باشه؟ عیسی چطور همزمان هم خداوند داوود به هم پسر داووده؟ ما می جواب پرسشی که در متا 22 نوشته شده رو در کتاب مکاشفه 22 پیدا کنیم. در مکاشفه 22 چی نوشته؟ مکاشفه 22 میفرماید من ریشه و نهال داوود هستم. عیسی چطور میتونه هم ریشه ی داوود یعنی آفرینندش و هم نهال داوود باشه؟ در کلام می از لحاظ انسانیت یکی از فرزندان داوود بود و با زنده شدنش پس از مرگ ثابت نمود که از لحاظ قدوسیت پسر خداست. بنابراین مسیح دارای دو ذاته اگه اینو نفهمیم نمیتونیم هویت مسیح رو درک کنیم و کتاب مقدس رو هم درک نخواهیم کرد و همه چیز برامون گنگ و مبهم میشه تا اینکه این حقیقت رو درک کنیم که عیسی مسیح دارای دو ذاته ذات الهی و ذات بشری عیسی خداییه که در جسم آشکار شد تا جونش رو فدا کنه ممکنه خیلیا بگن وقتی مسیح روی صلیب بود که دنیا رو اداره میکرد اینم نوعی نادانیه یا بپرسن وقتی داشت دعا میکرد خدای من خطاب به چه کسی بود او در مقام یک انسان به درگاه خدا دعا میکرد ولی آیا فقط یک انسان بود یا اینکه هیچکس نمیتواند انکار کند که راز آین ما بزرگ است و به صورت انسان ظاهر شد در اولین آیه این انجیل عنوان پسر داوود به مسیح نسبت داده شد این از شجر نامه ایسای مسیح پسر داوود لطفا مقایسه ای انجام بدین بین القاب مسیح مثل پسر ابراهیم، پسر انسان و پسر خدا این القاب چه تعالیمی دارند؟ اینها چهار عنوان هستند و من ایمان دارم که ما چهار انجیل داریم که درباره این چهار عنوان به ما میگن. پسر داوود درباره ارتباط عیسی با قوم اوست یعنی قوم یهود. مسیح پسر داووده و این عنوان انجیل متاست. پسر ابراهیم ارتباط مسیح با تمام اقوام جهان ارتباطی که در اون همه را برکت میده از نسل تو تمام اقوام زمین برکت خواهند یافت پس پسر ابراهیم برای همه مردم دنیا برکت میاره و این عنوان انجیل مرقس پسر انسان ارتباط عیسی با تمامی بشریت و این انجیل لوقاست که به ما درباره یه انسان بودن مسیح میگه پسر خدا عنوانیه که در انجیل یوحنا میبینیم و الوهیت مسیح رو نشون میده او به راستی پسر خداست ممنونم برادر برای توضیحات عالیتون اجازه بدین با مهمانان درس امروز خدا رو من شما رو کنه. حفظ کنه از مطالعه این قسمت چه چیزی آموختین اگه ما با گناهانمون به درگاه خدا بریم او با فیض خودش ما رو همونطور که هستیم میپذیره درباره رستاخیز دقت وحی رو میبینیم که عیسی از زمان حال استفاده میکنه. او نگفت بودم بلکه من خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب هستم. نه خدای مردگان بلکه خدای زندگان هستم. مسیح به صدوقیان فرمود شما در اشتباهید نه از کلام خدا چیزی میدانید نه از قدرت او. ما هم باید بیشتر مشتاق مطالعه کلام خدا باشیم تا با هر تعلیم غلطی لغزش نخوریم و بتونیم به هر کسی که سبب امیدمون رو میپرسه پاسخ بدیم برکت خدا با شما عزیزان برادر یوسف سپاس من برادر بینندگان گرامی تصویر ابدیت در ذهن صدوقیان مخدوش شده بود و به همین ترتیب اوضاع موجودشون هم از هم پاشیده بود بنابراین تصویر مخدوش ابدیت از دید هر کس بر زندگی او در پرتو ابدیت تأثیر داره کسانی که فکر میکنن در ابدیت ایش و نوش، اشرت، میگساری و بیبندواری وجود داره این تصویر حتما این اشخاص رو به شیوه زندگی کنونیشون سوق میده پس نگرش ما به ابدیت شیوه زندگیمونو تعیین میکنه ولی ما به خوبی میدونیم که ابدیت در حضور خداست یعنی حضوری در قداست کامل چرا که ما در حضور خدای قدوس خواهیم بود و دیگه زمانی برای ایش و نوش و بیبندواری نخواهیم داشت. بدنهای ما در ابدیت تبدیل به بدنهای جلال یافته میشن. در اون موقع تنها یک چیزه که ذهنهای ما را آکنده میکنه و اون پر شدن از حضور خدای قدوسه. پس هیچ مجالی برای ایش و نوش و های جسمی و جنسی در ابدیت وجود نخواهد داشت. برای همین ما باید به خوبی درباره آینده ای که در انتظار ماست تفکر کنیم و چرا باید به این کتاب رجوع کنیم چون مسیح به اونها فرمود شما در اشتباهید و از کلام خدا چیزی نمیدانید کلام خدا طبیعت خدای قدوس رو در ابدیت شرح میده این کتاب کلام مقدس خداست یعنی فرمایشات خدا کتابی که از طریق اون میتونیم خدا و همچنین صفات خدا رو بشناسیم و معنی قدوسیت خدا و ازلی و ابدی بودنش رو و اینکه چه نوع حضوری زیبنده خدای قدوس و همینطور انسانهایی که تا ابد در پیشگاه خدا زندگی خواهند کرد تمامی اینها را از کتاب مقدس خواهیم آموخت یعنی از کتاب بزرگ خدا ممنونیم که با ما همراه بودین تا دیداری دوباره خدا با شما چه عجیب و مندگار از کلامت ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خورشون است بر قلب تشنه هم کلام تو برترین از تسلی قلب من نوری برفاهای من چراغ راه های من کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من نپوری این کلام سکه شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبان نیکوی من چه عجیب و ماندگار است کلامت ای خدا ابدی و است تمامی کلامت